راه حل بنیادی برای افغانستان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی هزارستان نیوز، راحله دوستم، دختر مارشال عبدالرشید دوستم. راه حل بنیادی برای افغانستان، تنها راه حل در افغانستان نظام سیاسی غیر متمرکز یا فدرالیزم است. حکومت‌های زیر نام همشمول، وحدت ملی و امثال آن نمی‌تواند راه حل در افغانستان باشند. تاریخ سیاسی افغانستان این را ثابت ساخته است. بهتر است که نظام سیاسی به شکل پارلمانی، حزبی و نظام اداری به فدرالی تغییر کند تا پاسخگوی همه زدوبندها و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در غیر آن، بحران کنونی در این سرزمین به این سادگی پایان نمی‌یابد. حکومت همشمول و همسال هم، پیمودن همان دور باطل گذشته و رسیدن به همان جای است که سالها پیش بود. در نظام فدرالیزم، هر ایالت دارای مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مخصوص به آن منطقه است. نمایندگان دولتی ایالتی نزدیکتر به مردم خود بوده و اغلب از همان جامعه هستند. با این حال، درک بهتری از مشکلات داشته و راه حل‌های منحصر به فردی را ارائه می کنند. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی رزاق مومون، کوچی‌ها در گوشه شمال شرقی دامنه گلبهار در گذشته یکی دو خیمه برپا می کردند، اما بعد از حاکمیت طالبان آنان اقدام به احداث خانه در این محل کرده اند. این منطقه در جوار درب ورودی جنوبی پنجشیر موقعیت دارد و بالای مناطق وسیع از جبال سراج و حصه اول و دوم کوپیسا حاکمیت دارد. وقتی در این منطقه قرار می گیرید، پروان و کوپیسا زیر چشمتان قرار می گیرد. این منطقه همچنان در جوار فابریکه سمنت جبل سراج موقعیت دارد، جایی که خانه احمد شاه مسعود در آن واقع شده و زمان مرکز فرماندهی جبهه مقاومت در جبهه جنوب هندوکش بود. همچنان این دامنه در کنار جاده عمومی پروان پنجشیر کسب موقعیت کرده است که به اهمیت استراتژیک آن افزوده است. در زمان حکومت کرزی، یک بار مردم گلبهار خواستند که در این منطقه خانه سازی کنند، اما قمندان نور حبیب گلبهار مانع خانه سازی مردم محل شد. بعد از این اتفاق، نور حبیب به حیث قمندان امنیه ولایت بغلان تعیین شد. مردم محل میگویند که قمندانی امنیه امتیازی بود که کرزی به نور حبیب داد تا مانع خانه سازی مردم محل در دامنه گلبهار شود. منطقه که کوچی ها آنجا مسکن گزین شده و آهسته آهسته پلان غصب آن را به کمک حکومت مرکزی دارند. کوچی ها تمام دامنه گلبهار را مالچر خود می دانستند و گاه گاهی در دعوا با مردم محل گفتند که این منطقه مربوط ما می شود. در گذشته بین مردم محل و کوچی ها درگیری های لفظی و فیزیکی صورت می گرفت، اما کوچی ها نرمش نشان داده و نمی گذاشتند که دعوا بالا بگیرد و مردم محل نسبت به حضور آنان در منطقه حساس شوند. اما حالا گفته می شود که کوچی ها موضوع تهاجمی اختیار کرده و در یک درگیری اخیر با مردم محل
اسلحه کشیده و به مردم محل گفتند که حالا نوبت ماست. کوچی ها و چند تن از جوانان محل که مانع رمچرونی آنها شده و اجازه استفاده از برگ درختان را به کوچی ها نداده گفتند که چند وقت دیگر صبر کنید. ما گندم هایتان را هم می خورانیم. برگ درختان که چیزی نیست. هرچند خوشبختانه اکنون جوانان پروان از عمق توطئه به نام کوچیگری آگاهند، اما به دو گروه از آدمها، مردم عام و طالبان پروانی که تاکنون به این موضوع پی نبرده اند یا خود را به بیخبری زده اند، باید گفت که کوچی ها در واقع نیروهای اشغالگری هستند که طبق یک آجندای کلان سیاسی و نظامی وظیفه اشغال مناطق استراتژیک در مناطق غیر پشتون نشین را دارند. این برنامه کپی برنامه اشغال سرزمین های فلسطینی ها توسط اسرائیل اشغالگر است. آنگونه که کوچی ها را مردمان بی آزار، پشمینه پوش، مهاجر و نیازمند ترحم می پندارید نیستند. آنان اشغالگران و جاسوسان حرفه‌ای هستند که همزمان دو ماموریت عمده را پیش می برند. هم جاسوسی می کنند و هم اشغال. اگر از لانه گزینی آنان جلوگیری نشود، در آینده آنان به درد سر بزرگی مبدل خواهند شد. در همین حال، هشدار به مقاومت چی ها؟ بروز اختلاف میان جبهه پنشیر و اندراب یک فاجعه تاریخی است. مسئولان این انشعاب بر سر پول محکوم تاریخ می شوند. هنوز دیر نشده از تکرار خطاهای از نو گذشته پرهیز کنید که در کام اژدها فرو رفته و نابود می شوید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.